امروز در واشنگتن، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز گفت که از آزادی روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی رکسانا صابری دلگرم شده است. کلینتون به خبرنگاران گفت که صابری با خانواده‌اش به سر می‌برد و در چند روز آینده به آمریکا برخواهد گشت. کلینتون گفت: روشن است که ما مسئله اتهامات علیه او و حکم صادره را پیگیری خواهیم کرد، اما از آزادی او دلگرم شده‌ایم و بهترین آرزوها را برای او و خانواده‌اش داریم. یک مقام بلندپایه آمریکا روز یکشنبه گفت که تلاش هسته‌ای ایران برای موجودیت اسرائیل خطر به وجود آورده است و این موضوع ضرورت برقراری صلح در خاورمیانه را مبرم‌تر ساخته است. ژنرال جیمز جونز، مشاور امنیت ملی پرزیدنت باراک اوباما، به بخش اخبار شبکه تلویزیون ABC گفت که دولت اوباما به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سفر هفته آیندهش به واشنگتن فشار خواهد آورد تا راه حل تشکیل کشور فلسطین در جوار اسرائیل را بپذیرد. جونز گفت: ما متوجه مشغله ذهنی اسرائیل با تهدید ایران نسبت به موجودیت آن کشور هستیم و به همان مصداق بسیاری کارهاست که میتوان با تلاش در راستای تشکیل کشور فلسطین در جوار اسرائیل برای کاهش از این خطر موجودیتی انجام داد. اوباما قرار است در هفته‌های آینده با نتانیاهو و محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها، و حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، در واشنگتن جداگانه دیدار داشته باشد. این در حالی است که دولت اوباما با فشار خود در راستای انعقاد پیمان صلح منطقه‌ای می‌افزاید. نمایندگان بخش‌های بهداشت و درمان آمریکا در نظر دارند روز دوشنبه به پرزیدنت باراک اوباما اطلاع دهند که به صورت داوطلبانه از افزایش نرخ هزینه‌های خود در سال‌های آینده خواهند کاست. این اقدام می‌تواند به صرفه‌جویی چندین میلیارد دلاری بیانجامد. چندین اتحادیه بزرگ به نمایندگی از طرف پزشکان، بیمارستان‌ها، شرکت‌های بیمه و داروسازان با فعالیت کارآمدتر خواهند کوشید سالانه تا 1.5% از افزایش هزینه‌های جاری درمانی بکاهند. این حرکت بخشی از تلاش‌های کابینه در مسیر فشار آوردن به کنگره برای تصویب لایحه‌ای است که با بازنگری در نظام خدمات درمانی، پوشش بیمه‌های درمانی را برای تأمین نزدیک به 50 میلیون شهروند آمریکایی که از بیمه درمانی محرومند گسترش خواهد داد. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com